حالا که همه چی جفت و جور شده تلفن بزنم فردا آقل بیاد مراسم بتونم انجام بگیریم. چطوره؟ من موافقم عمو جان. دایی جان شما چطور؟ موافقین؟ بزرگتر از تو نیست تو اینجا هم اظهار نظر کنه؟ دست شما در نکنه. مامان شما چطور؟ شما موافقین مامان؟ نه مادر جان اینور. اینور مادر اینوره. عینک هم که داره که جهت و اشتباه میگیری. چی بگم من؟ یه لحظه گرخناکیه. خیلی خوب دیگه با اجازه عمو جان. بله دیگه موافقم دیگه. نه بابا فکر کنم دست کورا طرفی. دو تا چک میدی، یه 50 تا واسه فردا میدی، 50 تا واسه بعد اینکه من کارم انجام دادم. یه اون ما کارمو انجام دادی شما دبه کردی. فکر کنم ما پپه مپیم نمیتونیم نمال پولمونو بگیریم. قبوله؟ خاک بر سر من، خاک بر سر من که به آدمی مثل تو باید باج بدم. آقا قبول نکرد. من هر چی گفتم زیر بار نرم. گفتم آدم خوبیه، خانواده داره، با شخصیته. پاشو کرده تو یک کب، میگه الا للا سمن. فردام که قرار عاقد بیاد عقدشون کنه دید. آقا سینا باید یه کار مهم داشت، گفتیم که بیایم یه دقیقه باید صحبت کنیم. یه تو کفا میایید جلو ده. فردا کجایی؟ و هر جو شما بگین. هر جو شما بگین. بشین تو ماشین کارتون دارم. فهمیدن ما اینجایی؟ بابا ما نمیدونی سینا غیره دیگه، میشست به یه جای بومی که شهر جستی ما میایی. حالا اونش مهم نیست. اومده بودن اینجا، کوا میگفت باباشو دیده که از در اینجا اومده بیرون، رفته سوار ماشینش شده. سیروس؟ آره یعنی فیلم کرده اینجا. عجب بابا، پس این آقا سیروس نمیخواد بازی رو تموم کنه نه؟ خیلی خوب باشه، اب نداره، ما خودمون بازی رو تموم میکنیم. اون من میگم یه موقع بومو نبرده باشه بره همه چی و پتر رو آب بریزه اون وقت بیا درستش کنه. تو که چیزی به کسی نگفتی؟ این از اون حرفا بوده. من خودم نقشه رو چینم برم بهش بگم. ببین یه دسته گل بزرگ خیلی خیلی خوشگل سفارش بده. خب از اون پلاسیده ها نگیری یا حفظ آبرو کن. خب نه بابا خیالت راحت باشه، به فریبا سفارش کردم حواسش جمع کنه. شما چیکار میکنی؟ ما هیچی دیگه داریم عروس خانمو آماده میکنیم. آقا صمد نکنه دیر بیای یا عاقد و منتظر نذاری یا به فریبرز بگو بجنب. خب باشه باشه، خداحافظ. 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 گندم جو واقعا که گندمی بر شما برازنده است. خوشه خوشه گندمی ماشالله. ما یه پازن. من اصلا فکر نمی کردم زنی پیدا بشه اینقدر به شوهرش اعتماد داشته باشه. من نمیتونم مثل شما باشم، اصلا نمیتونم چیکار کنم، نمیتونم. مامان سفره تموم شده، خیلی خوشگل شد. میه ببینی؟ بی بریم گمچه او قرمونش برمشم گندمی خودم. بی میگم بابا جون من چطورم؟ عالی آقا جون، مجلس شدی که انه و شون کانری. میگم فریبرز با این کاری که دارم میکنم یه موقع بدبختر نشم، یه موقع ماجرا یه جور دیگه بشه. آقا جون به دلت بد راه نده، بعدش هم کاری که شده دیگه چاره ای نداریم. باش برو، من مثل شیر پشتم. اصلا بد به دلت راه نده. اینو بگی دسته 200 نفس عمیق بکش، یه لبخند ملی از تو من. سم درست بود، شلوار سمت دوتا شده، دخل در اومد سمت در پیت. الو همو گوش کن ببین چی میگم. آب دستت میذاری زمین، سری یه ماشین از آژانس بهرام میگیری، خودتو میرسونی به این آدرسی که بهت میگم. بگو چنگیز رو بفرسته کیوانم با خودت بیا. نپرس بگو چش، فقط سری بیا آدرس یادداشت کن. خیابون گلچین. آره
نبش 15 پلک 24 منتظرم بیا. دخل در اومده سمت داره بیر. سلام جناب ملکی، خوبی قربون؟ من سیروسم. به 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 به، مبارک باشه بابا. عهد عیال خونه باده، تشریفی آقای داماد اومده، خواهر عروس، عروس خانم آقای داماد اومده. به به، ماشاءالله، هزار ماشاءالله. آقا داماد چقدر بهت میاد، خوشتیب بوده، خوشتیبتر شده. بهت تبریک میگم، من همیشه آرزوی موفقیت شما رو میخواستم و موفقم هستی. بهت تبریک میگم، پشتکارتم خیلی خوب بوده. نه خوب هستی، مدارا هستم که زودتر بچه های جور بچور داشته باشه، سر گولت بچه بره بالا. نمیدونه چه لذت داره ها. بیا اینجا ببینم. خجالت نمیکشی؟ دست منو میکشی، دستم کوتاه بلند شد. ای بابا مردی که کلاه بردار، تو 50 میلیون پول من گرفتی جلوی ازدواج رو بگیری. نه اینی که آقا تو آلاگارسان کنی، دست گل بدی دستی بشینه سر سفره. از من پول گرفتم آدم بکشم؟ پول گرفتم که به هم بزنم. خب به هم میزنم دیگه، حرف زدم سر حرفم هستم. جوشی چی میخوری؟ چه جوری سر حرفت هستی؟ یه دقیقه دیگه آقد میاد، اینا بله رو میگن، من خاک بر سر میشم. بابا جوش علکی نزن، بسپر به من کارمو بلدم. بیا بریم تو. ببین منو اینجوری نگاه نکنم، من آدم لجباز و کله خری هستم. اگه قولی که دادی انجام ندی، دودمان تو به باد میدم. ببین دایی، شما استخونبندی حالت بده، بعدش هم زرد پوشیدی، الان در همسایه جا قناری اشتباهی بهت گوله میزنن، حالت بدتر گرفته میشه. بابا عروسی خواهرته، بیا تو شاد باش. برو بابا مسخره. خب خوشگلا چطورم؟ خوبه، خیلی هم بهتون. خوب آرش بالتون چیکار کردن؟ ای وای، پس چرا من اینجوری هم؟ همش در حال گرخیدنم. این گرخه ها تو دلم جمع شدن، همگی دارن رخ بشورن میشورن. آره میدونم، منم هم تو به دیوار دلم چنگ میزنن. منم همینطورم آخه، خیلی دلم شور میزنه. فرشته جون تو چی؟ دلت هم نمانه؟ من خوبه خوبم. خدا رو شکر. عروس خانم، خواهر آقا داماد، فرزاده آقا داماد، تابی میکنم برای من. منو ببرید، منو ببرید. بریم گردم جدی که بریم، منتظر ما هستم. بفرمایید. به به، تشریف آوردن. ماشاءالله ماشاءالله، بسم به افتخاره. کامل گردم جو، سرپاینی همراهی نمی کنیم. ممنون. بزنید به افتخار خواهر آقا داماد. دست دست دست، خواهش می کنم. و همچنین خواهرزاده های آقا داماد. روح جان، همون جان، همون جان، تبریک میگم. ان شاء الله که بعد هم دیگه سیل شو می کنم. زیر سایه شما امو جان، زنده باشید. بفرمایید بفرمایید. خواهش می کنم. بله امو جان، کی میاد اخبار بخونه؟ نگران نباش امو جان، تو راست الان میرسه. گل این بهتر میشینه. ببخشید. دست دست، به افتخار خودتون دست بزنیم. به افتخار برادر عروس. آقا فریبرز، یه زنگ به آقد بزن زودتر بیاد. من شمارهشو ندارم دایی. عمو نگرانه، داری بیبری یه زنگ. به جون تو ندارم. آقا فریبرز یه دقیقه بیا. تو بمیری ندارم. میگم شمارهشو داری شما، یه لحظه. تو بمیری زدم گفتم. بیا یه زنگ بزن آقد بیاد. چی شد؟ کارت داره خراب میشه. برو یه زنگ. دست به افتخار عروس و داماد. ای بابا بزنید. بزنید. آفرین. بابا گندمتون دست دست. یی‌ها. الو. بابا کدوم گوری هستیم؟ بودو این دیگه. بابا دو ساعته ای داریم که الان وقت میرسه همه چی خراب میشه که. بودو عجب که این تو پس پدر و پسر دستشون تو یک کاسه. سلام. قضیه چیه؟ اینجا چیکار میکنی؟ بهتون میگم. ببینم کیوانی دایی کوشن. صبحی رفتم بیرون، من دیگه نگران شدم، خودم اومدم. چه خبره؟ ای بابا برای چی رفتم بیرون؟ من دیشب بهش نگفتم بمون خونه، گوش به زنگ من باش. سیروس این بازی‌ها چیه در آوردی؟ الان واسه چی ماری کشوندی اینجا؟ اصلا اینجا کجاست؟ ماما خانم، من که گفتم اینجا خونه خانم دلشاده. باشه، آخه ما خونه خانم دلشاد چیکار داره؟ ما آقا سیروس دعوتیم. ماما خانم چه دعوتی؟ بذار بقیه بیام، برین تو، خودتون میفهمید. خیلی خوب. پس سیروس جون قضیه به من ربطی نداره، من بهتره برم. به شما هم ربط داره چنگیز خان.
رب داره؟ شما هم دعوتی عیز من. الو کیوان بابا، مگه به همه دیشب بهت نگفتم که به من خونه خبرت میکنه؟ گوش کن ببین چی میگم. پا میشی تیز و بز خود تو میرسونی به یه آدرسی که برات مسیج میکنم. دیر نکنی ها. چه خبره سیروس؟ مردیم بگو. منو سر کار میذاری؟ بابا مثل دو تو مرد با هم حرف سر. بابا خود چه شد؟ من تو ببینم تو خجالت نمیکشی؟ با دایی تو چرا فازونول بچسبونیم وسط؟ خب معلومه که فازونول میچسبونم. بابا اینو دارن عقد میکنن، تو چرا هیچ حرکتی هیچ غلطی نمیکنی؟ ببین دایی، با این حرکات شنیعی که انجام میدی معلومه راستاسی میخوای دایی میشی. یا چرت و پرت نگو، چک منو بده. من دیگه گولی توی الف بچری نمیخوره. خب نخور. من نگفتی آقا من نتونستم کاری بکنم میری جلو چکو میگیری؟ برو جلو چکو بگی دیگه. خب بابا من نباید بدونم چی تو فکرته؟ تو چه غلطی میخوای بکنی؟ نه اگه میخواستم که بهت میگفتم دیگه. دیگه سب کن باجایی. باریکلا باریکلا. خب اومدی سر کوچه زنگ بزن. خب بیا بریم پای قرو بزن، همه چی حل میشه. من استرس نخور. ببین بعد یه عمر زرنگی منو چطور مچل خورد کردی. خب عمو جان بالاخره عمودی شدین و یه جماعتی مزین فرمودین. بابای نزد دیگه، درو باز کن، درو باز کن. من شرمنده شما هستم، شما خیلی خوب به من رسیدی. چشمم کف پاد عمو جان، چشمم کف پاد. آقت اومد. و سلامت باشین. دست بزنید بگیم بیا تو. بزنید کف قشنگ رو. دست 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 دست. سیروس بالاخره میگی اینجا چه خبری یا نه؟ آقای یه دقیقه در میان میگی گر روزن میفرمی اینا اینجا چه خبری کنن؟ سلام آقا. سلام آقای ملکی. چی شده ما بودی بیا اینجا؟ پس سینا کوچه نیوردینه؟ سینا رو بهش زنگ زده گفت شما بریم، من خودم بعدم میام. جریان چیه؟ آره سینا میاد. خیلی خوب، وقت نداریم منتظرش بمونیم. ببین آقد اومده، باید بریم تو. ممکنه هر لحظه کار از کار بگذره. فقط این شد. چی؟ من روم نشو زنگ بزنم به گندم خانم بگم بلند شو بیا اینجا. ببین پدر پسر چجوری دارن زندگی تو به گند میکشن. هی سیروس، پشت سر رفیق من صفه نذارا. بابا این حرفا چیه که میزنی؟ هماجو من نگرانی دارم، دق میکنم. اینجا کجاست؟ منم خبر ندارم، منم همینجور دارم دق میکنم. چه خبر؟ قضیه با چگیریه؟ کته؟ میخوام به همه تون نشون بدم که سیروز چطور زندگی یه خانواده رو داره از سقوط عطبی نجات میده. و سلام. خیلی خوش اومدید آقای ناصرزاده. ایشالا که بتونم شادیات شرکت کنم. زحمت شما. آقا چرا بیکار نشستی؟ بزن دستو دو دستی. معاونت میکنم علی بزرگ. بزنی بزنی که خوشگله رو بفرمایید. آقا ناصر زاده شما بفرمایید خطبه رو شروع کنون. بله چشم. خیلی متشکرم. مبارکی و میمنت انشاءالله. فقط شناسنامه عروس خانم و آدم آده بدین تا من خطبه عقد را جاری کنم. بله. و شما آدم آده. با موز گلوتون رو مزین بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ببخشید یه دقیقه دست نگه داری، من یه کلام خصوصی با خواهرم صحبت می‌کنم. یه دقیقه بیا. کجا؟ کجا؟ دار کو ببی من. واسه بله گفتن من حرف خصوصی؟ مهمه خواهر من، یه دقیقه طول نمی‌کشه. پاشو بیا. اینجا همه عمومیه، حرف خصوصی نداریم. هرچی هست همینجا بگو. بسیار خوب. خودت خواستی خواهر منو. بله. فکراتو کردی؟ بله. اینجا آخر خطه با. فقط کافیه اسم ایشون بره تو شناسنامه. دیگه راه برگشت نداری. چرا؟ مگه بلیط یه سره واسه اون دنیا گرفتم که راه برگشت نیست؟ ببین من تصمیم خودم رو گرفتم. الان هم برای که خاطر تو خودم رو راحت بکنم بله رو میگم. آقای ناصرزاده بفرمایی خواهش. جناب ناصرزاده یه دقیقه دست نگه دارید. من با پسر آقای دامادم یه چند کلام خصوصی صحبت کنم. دیگه حرف خصوصی چی؟ دیگه حرف خصوصی چی؟ خواهر من باید با ایشون اتمام حجت کنم یا نه؟ پس فردا که شما شدی زن باباش اذیتت نکنه، سر ناسازگاری نذاره. مگه سیندرلاه؟ مثلا دوست دارم به من بگه مادر جان. بگو مامان جان. مامان جان. من پسر رو بسازیم ماما. بفرمایید.
رابطه از این عاطفی تر؟ بسیار. ببین خوب گوشاتو باز کن زینب، اگه بخوای زیر حرفا استدا میکنم شما خودتون ناراحت نکنید، اون وقت با من طرفه. آقا استدا من الانم حرفی ندارم، هر کاری دلتون میخواد بکنید. بفرمایید بفرمایید، لطف عالی متعالی. حالا چه میکنید؟ بفرمایید. شما اصلا به رو خودتون نیارید، یه مرافع ریز بین من و دایی بوده که حلش میکنم خودم. بفرمایید شما بفرمایید. میدونم مادر جان، من میدونم این بوی سوختن داره از کجا میاد، این فری که داره وز میخوره جز میخوره میسوزه. بسوز بسوز بسوز. بفرمایید استدا میکنم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عن نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خانم روحانگیز دلشاد حاضر. بله. و آقا دامادم جناب آقای بله ناصر پورمند، درسته؟ نخیر، نیمه دومش غلطن در غلطه. ببخشید شما مثل که صفحه طلاق آوردین، ورق بزنین. آقا داماد ایشونن، صمد قیصری. پورمند کیه؟ ما اینجا قیصری نداریم، اینجا نوشته ناصر پورمند. ببخشید استدعا میکنم من ببینم. بله بفرمایید. من ببینم شما سوال. ببخشید من ببینم. یعنی چی این نوازنده فلوت باشه نسامه که اینجا دعوت کرده؟ یعنی چی آقا قیصری؟ تو بگو گندو. من الان خودم همه چی رو توضیح میدم. اصلا نگران نباشید روحانی. خانم دلشاد ماما میگه الان همه چی رو میگه. چی رو میخواین توضیح بدی؟ چی رو میخواین توضیح بدی؟ حیف. حیف از اون همه خوشه گندمی که من نظاره شما کردم. حیف. استدعا میکنم این فکر. بفرمایید استدعا میکنم. چی شده؟ گفتم نمیشه. چرا نگران نباشید. من خودم همه چی رو درست میکنم. خیالتون راحت باشه. خیالتون راحت باشه. الان همین برو ببینم چیکار میخوای بکنی. ابو جان شما اصلا نگران نباش، عمه من با اون کلام نافذی که داره سنگ و آب میکنه، چه برسه مادر جان. من نمیتونم فریاد بیتاخود باشم که. من چیکار کنم حالا؟ حالا شما با گلوتون و موز مزین بفرمایید، الان تشریف میارم. اونم بشه. شما دهن شیر کنو میوه بفرمایید. مشکور باشین. همه چی درست میشه ان شاء الله. یک بابایی ازت درارم که تو کتابا بنویسی. تو یه علف بچه منو بریم میکنم. چنگی جان زنگی بزن دیگه بابا. آقا شر نشه بزن و زنگی. بابا بزن چنگی جان. مسئولیتش با خودت ها. با من مطمئن بزن دیگه. زدم آقا زدم. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید فرمایش. ما فامیلا آقا صمدیم. بله بله خودشون دعوت کردن. بله بد کردی. بد کردی. گندم جون میگم بد کردی به گوچش. من تازه داشتم به شما اعتماد میکردم. دوباره سلبش کردی. این خانوادم داشتم به شما میچسبیدم. دوستتون داشتم، برام عزیز بودی. اون وقت شما چی؟ درست در آخرین لحظه پشت منو نشونه گرفتین. برام نقشه کشیدین. نگرخید. نگرخید سلاح سرده. نگرخید. خانم دلشاد این حرفا چیه که میزنیم؟ ما چه نقشه ای براتون کشیدیم؟ هر کاری هم کردیم واسه خاطر خود عزیزتون بوده. به خاطر خود عزیزم بوده؟ بله. به خاطر خود عزیزم میخواستیم با اون دودوری دودی دوره ازدواج بکنن؟ خانم دلشاد اون ترک کرده، خودش به فریبرز گفته. تازه گفتن تنها که کافی نیست، خود فریبرز از نزدیک شاهد مراحل ترکش بوده. اون میخواد برگرده پیش خانم دلشاد جون. برگرده؟ کجا برگرده؟ اون فلوتی میره قیچکی برمیگرده، کجا برگرده؟ میدونی چی؟ از اولش هم اشتباه کردی، بهش یه فرصت دیگه ندادی. خب بابا جان آخه طلاق که آخرین راه نیست که. یه فرصت بهش بده دیگه. دادم دیگه، یه فرصت دادم. یه دود شد دود دوری دود دود دیگه. دیگه چی کار باید میکرد؟ الانم بهش یه فرصت دیگه بده. آره ها؟ اصلا میدونی چیه؟ شما که دنبال یکی میگردی نقش شوهرتو بازی کنه، اصلا فکر کنید آقا ناصر شوهرتون تمام شرایط شما رو پذیرفت. بله. خب شما برایش یه شرط و شروط بذار که اگه یه وقت خدای نکرده رفت سراغ یه کارایی بتونی طلاق بگیری ازش. تموم شه. ها؟ نه. میخواد برگرده پیش تو. خیلی خاطرتو میخواد. آره خیلی خیلی خاطرتونو میخواد. خیلی 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 خاطرتونو میخواد. اه؟ میخواد؟ بله. به همین غلیظی؟ بله. پس بی خود نگرخم؟ چی کار بکنم آخه؟ نمیدونم باید چی کار بکنم من. خوشتر شده باشم.
شماها مطمئنی؟ بله. این بی انصاف زن و بچه داره. اگه الان زنش بدونه چه بلایی داره به سرش میاره سکته میکنه. الهی براش بگردم. اون که پسرش بالاست که. ایوا سگ زر بردر شغال قربونت برن. این پسره اب باباش هم هفت خطره. میگی نه این یه خط اونم یه جوون هفت خط. مگه نه؟ بله. خدای روحانگه بیا پایین ببینم که چه شده. منم باید بدونم. عمو جان داد نزن برات خوب نیست. چیزی نشده. شما تشریف بیارید بشینید. بفرمایید. آقای دلشاد تکلیف من چیه؟ من چی کار کنم؟ دوست عزیز شما گلو رو مزین کردین؟ الان من واسه چای میرم. الان سب کنم نمیرم. الو کدوم گوری هستی بابا؟ همه چی من هم ریخت دیگه بی؟ اه؟ پس بودو بودو آقا جو سر کوچه رسیدم. ای خدا رو شکر اومدم. چه صدای نسایی بالا آوردی عمو جان؟ خانم دلشاد چی شد؟ والا بله من چی عرض کنم؟ چی بگم خدمتتون؟ ای آقا جو دست نگرفت. یه عقد سر نمیگیره. سلام سمن چه خبر اینجا؟ تو اینجا چی میخوای؟ عمو جان این شیاد کلاورده زن و بچه داره میخواد با خواهر من عروسی کنه. بفرمایید خانم بعد بگو سیروس داره تهمت میزنه. این آقا سمت اونم عروس خانم ببین چه تیپی زد انجا بی خود قیافت اونجوری نکن سیروس خانم. هر کی تیپ بزنه که داماد نیست تو حال که بس خود حرف میزنه. خجالت بکش آقا فریبرز. مادر به اون نازنینی رو ول کردی. شما الکی نمیدونی برای چی داری نگفتی اومد خود چه حالی میشه وقتی بفهمه؟ بله چنگ جو رفیق تو. آقا سمت واقعا برات متاسفم. این کارت اصلا جواب نبود. پاک نامیدم. شما اجازه بدید من توضیح بدم. بله میگه خانم ببین پسر کم عقل با چه خانواده میخواست دستلت بکنه. بفرما نوکر تا ملکی. خب الان گندم بفهمه هوا داره میاد سرش که دق میکنه. درست فخری خانم درست. من به اجازه من خودم اینجا از همه چیزم خبر دارم. بفرما. ایوا گندم جون شما اینجا اون وقت آقا صمد داره زن میگیره؟ گندم زده به سرت مگه این چه کاریه میکنی آقا؟ نگران نباش آقا صمد قرار نیست ازدواج کنه. این سفره عقد مال کسی دیگه ایه. خانم چرا دروغ میگی؟ آقا صمد میخواد با خواهر من عروسی کنه. از دست آبروشونه دیگه. باید هم بزنن زیرش. خانم شما اصلا فکر کردی اگه خانم آقا صمد بفهمه که خواهر شوهرش داره برای برادرش زن میگیره چه اتفاقی میفته؟ آقا زنش کیه؟ ایشون خودش خانومشه دیگه. خودشه کیه؟ ای دارکوب نادان زنشه خودشه گندمی خود جنسه. یعنی چه؟ یعنی گندم خانم زن آقا صمده؟ آره دیگه آره. بزنیم افتخار داماد اصلی. بالاخره کار خودتو کردی ها؟ نمیاد میگه من خجالت میکشم. شما مهمون دارین روم نمیشه. واقعا چه حرفیه؟ من میگم شما اگه بیا یه تو که پای این تو رو درزگیر میکنه میاد. میگم اینا چرا نمیان؟ چیزی نموده به سال تحویلا. چه میدونم بس که خون سردم. اینم از ماهی. ببین اصرار کن گندمی
اصرار کنی میاد حتما. خب دیگه فریبا تو هم پاشو برو یه زنگ بزن ببین اینا کجا موندن. بودو صفرمون تکمیز تو ناخونه کن. یه اموشن یالا اموشن منم ببرم یالا اموشن. سلام. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بفرما اموشن چه دیگه میای بالا؟ اینجا جام راحت خارم. چرا تعارف میکنی؟ خجالت میکشی مامان؟ من تفلک اون بالا اومده پایین شما رو دعوت کنم. اموشن پاشو بابا، باشه بیا دیگه، ما کلی مهمون داریم. شما اونجا هستی هم از تنهایی در میای، همی که کمتر یاد خانواده میفته دیگه. من خودم اینجا جام راحت هست، سفره هفت‌سینم دارم خواهرم. خیلی ممنون، سال نو دانم مبارک باشه انشالله. خب باشه، سفرت هم ورد و بیار بالا بذار کنار سفره ما. آره بابا بیار بالا بغل سفره ما، میشه 14 سینه، چند تا سینه دیگه هم ردیف میکنه میشه 20 سینه. بیا دیگه بابا. چشم خواهرم، شما تشریف ببرین پشت سر من میام. خیلی خب پس دیر نکنی یا بودو بیا. اموشن میای یا آه، اون چنگی شد، نمیاد بالا. خجالت میکشید بیاد، داره باش صحبت کردم الان میاد. بابا مگه بار اولش؟ ای به به به، آقای ملکی خیلی خوش اومدی قربان. به به به، سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدی. صفا اومدی، چه حالت؟ دیگه با فرهنگ فرخنده آشیشون دادیم دیگه، واسه تعطیلات عید رفتن اونجا دیگه. خب سلام سلام علیکم. سلام علیکم. آقای ولی که بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. بفرمایید. غلیظ نخورید. برو سیلا جان. سلام، حال شما؟ بفرمایید. سلام سنت شهر خودمون. دست درد نکنید. عمو شان دست درد نکنه، شیرین کام باشید. بفرمایید بالا، خواهش می‌کنم. بفرمایید بالا. خوش آمدید. دیگه چای دست دارم دیگه نمیذاره. نه بابا اینقدر دیگه هموجنیزه و پاکیزه شده دیگه حالا نابد. حالی شما زوج ادبی هم که تشریف آوردم. نهی جون خواب میکنم، بفرماییم خواهش میکنم. روشن کردی قربون شما، نیفتید فقط دست و پا نشکنه. دست و پا نشکنه دمی سال تحویل ببخشید. خواهش میکنم مقدار گرخناکه استدام کنم. آقا ناصر واقعا شما خوشحالی ما رو شب عید تکمیل کردی. آره واقعا آقا ناصر محبت دارین گندم کنم. من شرمنده محبت شما خصوصا فریبرز جون، خیلی زحمت داره ما کار کرد دستمون برمی اومد. لطف دارید شما. من میگم بابا دست جمعی دوره هم بودیم میمده خونه ما یه دون چای دستدار میزنیم. البته ایجاب همه چی تمومه، خونه ناتموم، پله ها یکم گرخ. خواهش میکنم بفهمیم بابا. بفهم این راه پله ما دو بانده است. بفهم این راه دوبت راه داری. بفهم اگم خواهم بیاد چه دست شما درد نکنه. اون چهل میلیون وامیو که بهمون دادی واقعا هم خیال من راحت کردی، هم ما رو جلوی آقای مجنون سفید کردی. ما چاکرت آقای زری، اعتبار شما پیش ما خیلی بیشتر از این هست. الان داری میگی؟ بفرمایید. ما برای کارخونه دنبال یه حسابدار شریف و امین میگردیم با مدرک فوق دیپلم سابق که البته ارزشش از فوق لیسانس الان بیشتره. اون باباست. حقوق و مزایا محفوظ ها. یه سرک بکشه ببینه آقا این خیلی در به در شده کجاها توک زده. هستی؟ جدا میگه خانم درشاد؟
مرگ فری به جون ناصرت رو من اصلا خانم شد ساخته شدم برای پشت میز نشستن. خدا رو شکر دست شما درد نکنه. البته برای فریبرز خودم پسر خودم نقش گذاشتم. واقعا اینو گذاشتم مسئول خرید کارخونه. البته به شرطی که قول بدی دنبال جنس بنجل و چشم آدومی ندی. نه قول میدم فقط به شرط اینکه از اون ماشینا میخوام. مادرش عالیه. عالیه مادر. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. بفرمایید. من فقط یک باهسته میدم ببخشید. خیلی ببخشید. بچه تو این چه کاری کردی تو؟ این حرکت رو کردم بدون ما رفاقتمون به یه گلدون و اینا نیست بیشتر از با هم برنامه دارم. آقا سیروس آقا سیفی کجان بابا؟ قربونت برم بد نیستن اونام خوبن. سیروس که رفته تو اتاق قهر کرده با خودش در رو خودش بسته میگه من اصلا روم نمیشه بیام اونجا چش رو چش بشم با آقا سمت. من داداشم گذاشتم پهلوش هر رازیش کرد اومد اونم. اینه بگی بابا جون شما بفرمایید بالا من میرم دنبالش. ای بابا دست شما درد نکنه ببخشید تو رو خدا آقا سمت باعث درد سره. بابا ما سیروس رو دوست داریم اون ما رو دوست نداره. فریبرز بودو برو چه ماشین رو بردارید. آقا سمت بگم آقای ملکی بیا تنها نباشی. نه شما برو پذیرایی کن ازش من زود برمیگردم. فریبرز اون سویج از پنجره بنداز پایینا. آقا سمد دیر نکنی یا تحویل سال نزدیکه. باشه بفرمایید. خواهش میکنم دایی جان باز کن منم صمد. آقا صمد شما این بفرمایید. خیلی ممنون. سلام عمو صمد. سلام دایی جان. ورودی کجاست؟ بابا تو اون اتاق خودشو گرفته حبس کرده. هر چی بهش اصرار میکنم بلند شو بیا بریم. برمیگردی میگه تو برو ما میگیرم میخوام. بی خود کرده کدوم اتاق؟ همین اتاق این واریه. اصرار نکن دایی جون من نمیام. روم نمیشه. برو بابا داره سال تحویل میشه. مرد گنده تو خجالت نمیکشی رفتی تو اتاق درو میرو خودت بسی؟ باز کن ببینم درو. منم سمن. سلام آقا سمن. سلام. شما اینجا چیکار میکنی؟ مرد حسابی ما با دیگه حرف زدیم. خب معلوم شد هم من اشتباه کردم هم تو اشتباه کردی. بعدش هم همیشه تموم شد رفت پی کارش. دیگه این ادعا چی از خودت در میاری؟ سمس جون من روم نمیشه تو جمع شما بیام. بابا من خجالت میکشم تو چش بقیه نگاه بکنم. آقا سمن. بابا تو چی کار به کار بقیه داری؟ اصل مطلب آقا سمد و گندم خانم هستی که تو رو بخشیدن؟ بعدش هم سیروس تو دلت میاد موقع سال تحویل پیش زن بچه‌ت نباشی؟ بابا سال 90 تموم شد. بذار این ماجرا هم باهاش تموم بشه. توجه می‌نمایی؟ دمت گرم. حرفت حرف حسابه. بیا بگی سونو تا آقا سمد ماچ کن قلقه زیره بکن سیروس. بابا قبلا ماچ کردی. ماچی کردی. نوکرت هم آقا سمد. آقای بابا. سمد جون لذتم خوب برم سبا آشو بابا با پول اضافه ندارم اون بدم. نوکرم چیه؟ به جای این کارا پاشو برو یه دستی به سر وضعت بکش سری بریم خونه ما. همه منتظر ما. به سال تحویلم چیزی نمونده سیروس. بودو بشمار تا شماره 3 لباس پوشیده در خدمتم. میگی نه این خط اینم 3 تا خط پایینش. برو کنار دایی اومدن. Yeah.
حول حالنا حول حالنا حول حالنا سال خوبی باشه انشالله برات. همچنین برای شما. بخشی مجدید دادم. سال نو مبارک. انشالله که سال خیلی خوبی داشته. سمت. سمت. خیلی بزرگی. خیلی انسانی. خیلی ممنون. سمت نفس منی. بله. خدای روحانگه بیا پایین ببینم که چه شده منم باید بدونم عمو جان داد نزن برات خوب نیست چیزی نشده شما تشکیم